توی کتابخونه سید علی فقط کتب حوزوی به چشم نمیخوره. اون همزمان با ورود به حوزه علمیه علاقه زیادی به مطالعه رمان‌های مشهور جهانی و ایرانی داشت. کتابایی مثل جنگ و صلح نوشته لیف نیکولایوویچ تولستوی، بینوایان اثر ویکتور ماری هوگو، هر آنچه از الکساندر دومای پدر و پسر ترجمه شده بود و کتابهای میشل ژواگو رو در این دوره و دهه 40 خوند. کمتر رمانی بود که اون وقتا اسم آورده بشه و اون نخونده باشه. از کتاب فروشی کوچیک نزدیک منزلش کتابای رمانو کرایه میکرد و بعد از مطالعه پس میداد. کتابخونه آستان قدس هم نعمتی بود برای امانت گرفتن کتابهای متنوع. علاقه سید به کتابای داستانی به اندازه‌ای بود که تا پیش از 20 سالگی بیشتر از 1000 رمان رو مطالعه کرد.